مادرم زغاله های خمیر را با دوبیتی های عاشقانه میپزد و نانش بوی بهش را میدهد. او فرشته خانه ماست. سلام خدمت تمام وطنداره عزیزم، خوش آمدیم به استیج بزرگ رو در رو، جایی که دو فامیل عزیز همکارای عزیزم امشب مهمان برنامه شدن که به خاطر گرفتن دو سیت موبایل 10,000 افغانی و جایزه بزرگ 500,000 افغانی با همدیگه مقابله کنن. میرم استقبال گرم داشته باشیم از فامیل های عزیزم. نخست فامیل طلو دوستان تشریف کشن کنن. ده خانم مسکا سرتی میشن است. خوش آمدیم به برنامه. خدا معرفی کنیم به اعضای تیم. سلامت باشین. سلام به شما شمس جان و تیم مقابل ما حاضرین در تالار. مسکالودین هستم و دو همکار خیلی ناز ما هم در تیم با خود دارم. تمنا جان هستن که شاید شما چهرهش در ندیده باشین اما با صدایش آشنایی کامل دارین و برنامه آشپزخانه را در آرمان پیش میبرن. من مطمئن هستم که با صدایش همتون آشنایی دارین. تمنا جان هستن که تمنا جانم خوش آمدید میگم و همچنان هانیه جان هستن که دیگه با چهره شما معرفی هستین. خوش آمدین به برنامه دوستا، تشریف کشمتونیم. میان طرف فامیل کلو نیوز که سرتیم خانم تحمینه هست. تحمینه جان خوش آمدین به برنامه، خودم معرفی کنیم به اعضای تیم. سلام بر شما و سلام به همه بیننده های عزیز شما و همچنان تیم مقابل. تحمینه عثمانی هستم، گوینده خبر و برنامه سیاسی طلوع نیوز. همانطور که میبینین من تنها نیستم، همکاران عزیزم فخری جان رادفر گزارشگر هستن، البته شاید آشنایی داشته باشین، و همچنان خاطره جان افرا که ایشان هم گوینده خبر و مجری سیاسی هستن. بسیار خوش آمدین به برنامه دوستا، تشریف کنید. برنامه رو با نام یاد خدا آغاز میکنیم که آرامش بخش دلهاست و به هر دو تیم، چون همکارای من هستن نمیشه به یک تیم موفقیت بخوایم، به هر دو تیم موفقیت میخوایم. انشالله که هر دوشان برنده شون. از دو سر تیم خواهش میکنم تشریف بیارن، سوال اول برنامه رو پاسخ بدن. دوستا تشریف بشن. آماده هستین؟ بله. سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروه کردیم که چند جواب گرفته بود؟ آلمان دستم اموتر بگیرم چون دست از نزدیکتر است. بگیریم. چند جواب گرفته؟ 7 جواب. سوال رو میخوانم. رشته تحصیلی رو نام ببرید که خانم ها سوالم تکمیل نشدم. تحمیل جان جواب بده. 3 ثانیه هم زمان داری. خب، شاید دکتری باشه؟ دکتری. سوالم هم تکمیل نشد. دکتری میتونه باشه دوستا؟ تپ. این سالی امتیاز رو گرفتیم. میرین یا واگذار میکنیم سوالا؟ میرین. بفرمون. تشکر خانم مسکا. فخریه جان، رشته تحصیلی رو نام ببرید که خانم ها بیشتر طرفدار آن هستن. جورنالیزم. بود جاده. خانم خاطره، رشته تحصیلی رو نام ببرید که خانم ها بیشتر طرفدار آن هستند. حقوق. هست حقوق. حقوق و علوم سیاسی. بود. تحمیل جان. رشته تحصیلی رو نام ببرید که خانم ها بیشتر طرفدار آن هستند. شاید معلمی باشه. معلمی؟ بله. هست دوستا؟ نه، 100 نفر سروی نکرده بودن. فخریه جان، رشته تحصیلی رو نام ببرید که خانم ها بیشتر طرفدار آن هستند. انجینیری میتونه باشه. انجینیری. بله. خانه رو خراب میکنید. مشورت کنه فامیل طلو بس سرتیمتون از جواب پرسان میکنه. خانم خاطره، رشته تحصیلی رو نام ببرید که خانم ها بیشتر طرفدار آن هستند. آرایشگری یا زیبایی؟ هست. من نظری ندارم، 100 نفر سروی کردن. مشورت کردین؟ بیشتر خانم ها طرفدار رشته تحصیلی اقتصاد. اقتصاد. نبود. بعد 46 امتیاز هم از طرف فامیل طلوع نیوز. جوابایی که مانده رشته های دلخواه دختر خانم ها کدام ها هستن؟ بلند دوستا بخونید. نمبر 7 کامپیوتر ساینس، 5 ادبیات، 3 شرعیات و 2 نرسنگ یا قابله. بسیار جواب آسان بود. سوال دوم از نفرای دوم فخریه جان و تمنا جان خواهش میکنم تشریف بیارم به این سوال پاسخ بدن. دوستا تشریف بیارم. سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروی شده که چند جواب گرفته؟ 6 جواب. جای را نام ببرید که خانم ها دوست دارن شوهرشان در کنارشان باشه. تمنا. محفل عروسی. محفل عروسی. جدا می باشه روشه. هست؟ باید به این نقطه فکر میکردی. گاهی وقتا میاد جا میشه. فخریه جان، جایی نام ببرید که خانم ها دوست دارن شوهرشان در کنارشان باشه. نقلته. خریداری میتونه. خریداری. نقل میتونه.
میتونه باشه خریداری؟ خرید یا بازار؟ جواب پیدا کنیم. میرم یا بازار میکنم؟ میرم. تشکر تمنای عزیز. خانم خاطره، جای یا نام ببرید که خانم ها دوست دارن شوهرشان در کنارشان باشه. تفریح. تفریح؟ بله. بیشتر دختر خانم ها دوست داره با خواهر خواندای خود بیشتر با دوستاشون تنها باشه. زمانی که ازدواج میکنن خب دوست دارن با خانوادهشان باشن. من نظر شخصی میست که من نمیرم. حالا شاید هم 100 نفر گفته باشه هست؟ نیست. تهمینه جان، جای یا نام ببرید که خانم ها دوست دارن شوهرشان در کنارشان باشن. رستوران. رستوران. میتونه باشه؟ مشورت کنید فامیل طلو. فخریه جان، جایی نام برد که خانم ها دوست دارن شوهرشان در کنارشان باشد. بسیار جوابای آسان داره. امیال 5 جواب در ذهن ما هست. زمانی که یک موفقیت به دست میاره. زمانی که یک موفقیت به دست میاره. هست؟ نبود جوابتان. خب خیر باشه، 100 نفر جواب شما رو ندادن. مشورت کردیم؟ بله شمس جان، ما با تیم مشوره کردیم. رفتن به سفر. رفتن به سفر. بله. هر سه تا مشوره کردیم. رفتن به سفر. یک جواب انتخاب کردیم. بله. دوستا کیا با همسرشان به سفر رفتید؟ کیا متعهل هستن؟ کل تا مجرد هستی؟ یا چقدر قوم ناتفاق هستن؟ بری زن بگیری سکو و این بروتاش سفید کنه. هست رفتن به سفر؟ سفر! سفر رفتن بود! جواب پیدا کردیم و 36 امتیاز آمد طرف فامیل فلو. جوابه که مانده رو با من یک جا دوستا بلند بخونی. نمبر 6 دکتر. 5 مهمانی. 4 خانه پدر یا خسر. نمبر 1 خانه. وطنداره عزیزم جایی نریم، یک وقته خیلی کوتاه میگیریم، زود برمیگردیم. چینل هم چینج نکنیم. وقتم وطنداره عزیزم، خوش آمدیم برادامه این مرحله اول. قبل از او تشکر از همیان برنامه. اکسپول قوی‌ترین، خوشمزه‌ترین و خوشتن‌ترین مزه را در بین انرژی‌ها دارد که ساخته شده خساره جرمنی هست و کیفیت از آن اکسپول است. اکسپول در 4 فصل نوش جان کردن میتونین. اگر میخواین که لبخند و انرژی خیلی خوب داشته باشین، پس اکسپول نوش جان کنین. سراغ سوال سوم میریم. از نفرای سوم خواهش میکنم تشریف بیارن با سوال سوم برنامه جواب بدن. خانم خاطره و هانیه جان، دوستا تشریف کنین. آماده هستین؟ بله. آماده هستین؟ سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروی شده که چند جواب گرفته؟ 5 جواب. غذا و یا مواد غذایی را نام ببرید که ممکن در مهمانی خانم ها آن را سوختانده باشد. آنیه. گوشت. گوشت هست کسی جا؟ گوشت سوزانده؟ هست؟ غذا و یا مواد غذایی را نام ببرید که ممکن در مهمانی ها خانم ها آن را سوختانده باشند. پیاز. پیاز. یافتین. همیشه پیاز زیاد ججق میشه. بله. پیاز. جواب پیدا کردیم. مشورت کنیم. نمی آبا گذار میتونیم. نمی تو رفت کنیم. بفرمایید. بفرما خانم هانیا. تهمینه جان، غذا و یا مواد غذایی را نام ببرید که ممکن در مهمانی خانم ها آن را سوختانده باشند. روغن. روغن. بله، یکان وقت میسوزه. نظری نبود. هست روغن؟ نبود روغن. فخریه جان، جوابای بسیار آسان داره. غذا و یا مواد غذایی را نام ببرید که ممکن در مهمانی خانم ها آن را سوختانده باشند. بادنجان رومی. بادنجان رومی هست؟ مشوره کنه فامیل طلو. جوابای بسیار آسان داره. خانم خاطره، غذا و یا مواد غذایی را نام ببرید که خانم ها در مهمانی آن را سوختانده باشند. خورما. یک لحظه دوستا، چی هست؟ خورما. خورما. راست که مشخص کنین. خب خیر باشه. مشورت کردیم فامیل طلو؟ خانم اسکو مشورت کردیم؟ بله، ما با تیم ما مشورت کردیم. البته چپس. چپس. چپس میتونه باشه؟ بله. چپس. چپس. امتیاز آمد طرف فامیل طلو. جمع امتیازهایشان شد 128 و سوال سوم هم جواب دادین اما امتیازهایتان پوره نشد. جمع امتیازهای شما 46 است. سوال چهارم برنامه، سرنوشت
یک تیم مشخص میکنه. اما قبل از اون جوابایی که مانده را با من یک جا دوستا بلند بخونید. معمولا کدام مواد خانم ها در مهمانی ها ایتو میسوزانن؟ نمبر 5 بولانی، 4 خلال زردک و نمبر 2 پکوره. درست بود؟ وقت در قسم یعنی یک دفعه میبینم دودش برامده. سوال چهارم برنامه را از دو سرتیم پرسان میکنم که سرنوشت تیمشان را مشخص کنه. خانم مسکا و تحمینه جان دوستا تشریفشان کنم. بفرمایید. سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروی شده که 3 جواب دادن. آماده هستین؟ بله. چیزی را نام ببرید که مخصوص خانم است. خانم مسکا. لوازم آرایشی؟ لوازم آرایشی. هست؟ لوازم آرایش. شانس دارید زمینه جان که جواب بلند پیدا کنید. چیزی را نام ببر که مخصوص خانوما هست. 3 ثانیه زمان داری. سه ثانیه پوره شد. بفرمایید. مشهد میتونی واگذار کنی. مشهد میتونی. بفرمایید. من گفتم مشهد میتونیم باز خودش میدم. جواب گفتم میرین. خانم تمنا. چیزی نام ببرید که مخصوص خانم ها هست. حجاب یا چادر. هست؟ چادر. بلندترین امتیاز بود. خانیا جان یک جواب مانده. چیزی نام ببرید که مخصوص خانم ها هست. طلا. طلا. همیشه همراهشان هست. میتونه باشه؟ خانم مسکا. بله. چیزی نام ببرید که مخصوص خانم ها هست. لباس. میتونه باشه؟ مشورت کنه فامیل تولو نیوز با هم مشورت کنه یک جواب پیدا کنیم. تمنا جان چیزی نام ببر که مخصوص خانم ها است. خب حجاب مقصد از این که جوابتان چی است؟ 5 ثانیه زمان دارید. حجاب. حجاب. لباس جز حجاب نمیشه؟ هست؟ نبود. مشورت کردین؟ بله. یک جواب پیدا کردین همراه تیمتان؟ خب با مشورت که همراه تیم کردم البته دسکاوت. دسکاول میتونه فامیل تولو نیوز رو برنده بسازه؟ نمبر 3 دسکاول. دسکاول. فامیل تولو نیوز با پیدا کردن جواب سوم سوال چهارم برنده مرحله اول شدن. دوستا تشویقشان کنید. و تشکر از شرکت خالد دمر به خاطر هدیه دادن دو موبایل اسمارت 4 سیم کارت با تشعالی و یک موبایل ساده هم گرفت از پیشم. موبایل ساده 2 سیم کارت با فامیل برنده ما. جدیدترین و مدرنترین مرکز فروشات موبایل، نمایندگی کارت 4 خالد نمر. خرید از نمایندگی جدید خالد نمر شامل تحایف و تخفیف های حیرت انگیز شوید. خالد نمر یگانه مرکز فروشات موبایل با استانداردهای جهانی در سطح افغانستان. شرکت تجارتی خالد نمر نماینده رسمی موبایل های سامسونگ در افغانستان. و شما وطندار عزیز میتونید در کمترین وقت ممکن موبایل های خراب خود با نمایندگی های شرکت خالد نمر ببرید و در کمترین وقت درست کنه و او دوباره شما به دست بیارید. ای دو موبایل اسمارت 4 سیم کارت با تچ فوق العاده و یک موبایل 2 سیم کارت ساده با آنتن دی فوق العاده خدمت شما مبارکتان باشه. تشکر. پیسا میخواین؟ خب چیز که معیار برنامه است. خب بله. کاش که معیار هیچ وقت ما کلش تعلق نگیره. حالا مبلغ 10000 افغانی هم از طرف برنامه زیبای رو در رو به فامیل برنده ما اهدا میشه. مبارکتان باشه. شکر. یک مشوره خیلی کوتاه کنین، دو نفر انتخاب کنیم. من زود برمیگردم. برم طرف فامیل تولو، دوباره پیش شما برمیگردم. درست. ما رو شرمانده پیش همکاره دیگه ما. جوابای آسان پیدا نکردیم. چرا؟ اونا که گفتن دسکاول بلند گفتن باشی نه؟ خب. تشکر. خیلی خوش شدم که در کنارم امشب در برنامه ما بودین. تشکر. یه حرفی پیام باشه که همراهای ما در اختیارتان. خیلی خوش شدم با اونام تبریک باشم. من فقط میخوایم به تمام بیننده های عزیز ما، هموطنای خیلی خوب ما، همیشه صحت شما و لبخند را بر لبای تمام شما آرزومند هستم. تشکر. مشورت کردین؟ بله. کیا هستن؟ من و خاطره جان. بسیار عالی. بفرمایید. دوستا تشویقشان کنید. بفرمایید. کدامتان میرن اتاق آرام؟ اول من جواب بتون، خاطره جان میرن اتاق. بفرمایید خانم خاطره. دوستا تشویقش کنید خانم خاطره.
تهنیه جان، خودت وقت نیوزکی بگو، خبری بگو، بعد بیننده های از زیمه. وقفه داریم و پس از وقفه ادامه برنامه رو دنبال کنیم. وطنداران به نهایت مهربان و خوش آمدیم به مرحله دوم، مرحله 500,000 و دیدیم که فامیل تولو نیوز برنده مرحله اول شد. مبارکتان باشه، خوش آمدیم به مرحله دوم. این مرحله، مرحله 500,000 است. آماده هستین؟ بله. همکارای عزیزم بیستانیه را آماده کنیم. یک عادت خانم ها را بگویید که آقایان دوست ندارند. سر صدا کردن یا یک بیماری را نام ببرید که در افغانستان زیاد است. بیماری شکر. چیزی را در خانه نام ببرید که به حرف قاف شروع می شود. قاشق. کار را نام ببرید که بدون آموزش نیز انجام داده می توانید. کار خانه جارو کردن. چیزی را نام ببرید که برای آماده کردن بقلاوه استفاده می شود. شکر. بفرمایید. سوال اول از تان پرسان کردم که یک عادت خانم ها را بگویید که آقایان دوست ندارند. خانم تحمیل خودتان جواب دادین؟ سر و صدا. چند امتیاز میتونه داشته باشه به نظرتان؟ شاید بلندترین. میبینیم؟ 33 امتیاز. بسیار امتیاز خوب. سوال دوم پرسان کردم یک بیماری را نام ببرید که در افغانستان زیاد است. شما جواب دادید؟ شکر. چند امتیاز میتونه داشته باشه؟ 14 امتیاز. بسیار امتیاز خوب. و ما دعا میکنیم که تمام وطنداران عزیزم از این امراض دور باشن. سوال سوم پرسان کردم چیزی نه در خانه نام ببرید که به حرف قاف شروع می شود. شما گفتین قدوس. قاشق چند امتیاز می تواند داشته باشه؟ 15 امتیاز. تاله 62 امتیاز گرفتی خانم تحمینه. سوال چهارم پرسان کردم که کاری را نام ببرید که بدون آموزش نیز انجام داده می توانید و خودتان جواب دادین. جاروب کردن. چند امتیاز داره جاروب کردن؟ 9 امتیاز. 71 امتیاز در 4 سال. سوال پنجم و سوال آخر پرسان کردم چیزی را نام ببرید که برای آماده کردن بقلاوه استفاده می شود. تایم هایتان پوره بود. جواب دادیم. نمی فهمم که کمتر جواب شما را قفل کرده یا خیر. ببینیم. بوره. بوره چند امتیاز می تواند داشته باشه؟ 35 امتیاز. بسیار امتیاز خوب. 106 امتیاز گرفتین تامین عزیز. مبارکتان باشه. مرحله اول بازم بفرمایید. دوستا تشویقش میکنین. بفرمایید. و حالا از همکار عزیز دیگه ما خانم خاطره خواهش میکنم بیان و 5 سوال تکراری مرحله دوم جواب بدن. دوستا تشویقش میکنین. خانم خاطره خوش اومدین. دوباره 25 ثانیه با شما زمان میتونم 5 سوال تکراری پرسان میکنم. اگه جواب تکراری بتین صدا نمیشنوین. همکار عزیز 25 ثانیه رو به خانم خاطره آماده کنید. یک عادت خانم ها را بگویید که آقایان دوست ندارند. خریداری. یک بیماری را نام ببرید که در افغانستان زیاد است. کرونا. چیزی را نام ببرید که در چیزی را در خانه نام ببرید که به حرف قاف شروع می شود. قچی. کاری را نام ببرید که بدون آموزش نیز انجام داده می توانید. پاکاری خانه. چیزی را نام ببرید که برای آماده کردن کاری را نام ببرید که بدون آموزش نیز انجام داده می توانید. سوال قبلیتون تکراری جواب بود چون جواب تحمینه جان داده بودن. بفرمایید. بسیار خوب جواب دادین. دوستا تشکر کنید خانم خاطره. سوال اول از من پرسان کردم یک عادت خانم ها را بگویید که آقایان دوست ندارند. شما جواب دادین. خریداری. خریداری چند امتیاز میتونه داشته باشه؟ 9 امتیاز. و بلندترین امتیاز همون سر صدا یا زبان بازی بود. سوال دوم پرسان کردم یک بیماری را نام ببرید که در افغانستان زیاد است. شما گفتن کووید 19. کرونا یا کووید 19. کرونا چند امتیاز میداد داره؟ 6 امتیاز. بلندترین امتیاز بیماری روانی بود. سوال سوم پرسان کردم چیزی در خانه نام ببرید که به حرف قاف شروع می شود. شما گفتین قیچی. قیچی چند امتیاز میتونه داشته باشه؟ 40 امتیاز. و بلندترین امتیاز هم همین قیچی بود. سوال چهارم پرسان کردم کاری را نام ببرید که بدون آموزش نیست انجام داده می شود. شما جواب تکراری دادین. دوباره ثانیه ها پوره شد که پرس سوال کنم. از این چند امتیاز می گیرین؟ تایمتان پوره شده بود و امتیازتان می گیرین. چند امتیاز؟ 0 امتیاز. سوال
پنجم که اصلا فرصت نشد که ما بخونم. سوال چهارم بلندترین امتیازش خوابیدن بود که هیچ نیاز به آموزش چیزی نداره و بلندترین امتیاز سوال پنجم هم بوره بود که خانم تهمینه جواب داده بود. تبریکتان باشه مرحله اول. مرحله دوم چانس یاری نکه که 500 هزار برنده شوین. انشاءالله در تمام عرصه‌های زندگیتان موفق باشین خانم خاطره و به هر آرزویی که دارین برسین. بفرمایید خانم خاطره رو دوستا تشریف کنید. خوش آمدید. تشکر از سامیان برنامه. اکسبول قوی ترین، خوشمزه ترین و خوشطعم ترین مزه را در بین انرژی ها داره که ساخته شده کشور یا حصار جرمنی هست و کیفیت هم از آن اکسبول است. اکسبول در هر فصل سال شما وطنداری از زمنوش جان کردن میتوانین با تمهای مختلف و اگه میخواین که لبخند خیلی زیبا داشته باشین پس اکسپول نوش جان کنین. از خالد لمر موبایل های جدید با آخرین تکنولوژی جهان به دست آورده میتوانین. شرکت تجارتی خالد لمر با سابقه 17 ساله به شما وطنداری عزیزم افتخار میافریند. شما اگر میخواین موبایل های 4 سیم کارت و 2 سیم کارت را با تاچ فوق العاده و آنتن دهی فوق العاده به دست بیارین پس با نمایندگی های خالد لمر در تمام نقاط شهر و ولایتان رفته میتوانید. حالا اگر میخواین به استیج بزرگ رو در رو تشریف بیارین پس 4-5-6 زنگ بزنین، کلید 6-2-2 را فشار بدین. بعد از شنیدن صدای بیپ، صدای دلگرم و بسیار مهربان خودتان را بانین، خود معرفی کنین و اعضای تیم در آخر کلید علامت نمبر فشار بدین. صدای شما وطنداری از اون به ما میرسه و ما شما را دعوت میکنیم به برنامه زیبای رو در رو. تشکر از تمام شما حاضرین در تالار. بسیار خوش آمدیم به برنامه و تا فردا شب که باز شمس ما رحمانی مهمان خانه شما وطنداران میشه شما رو به الله یک تا به همتا میسپارم. شبتان بخیر.